با نام و یاد خدا، من اگه بخوام تمرین رو حل بکنم، یکی نمودار X2 و X3 با براکت رو بخوام حل بکنم، اینجا دوتا مفهوم دوباره باید بگیم یا مثلا گفتیم باید یه مرور بکنیم. چیه؟ یکی لاندا، یکی مپه. لاندا مپ و پلات، یعنی سه تا مفهوم پوشش میده. لاندا مپ، لاندا مپ با چی؟ با پلات. این چند تا تمرین اینا رو پوشش میده. اینا هم که چیه؟ بازگشتیه دیگه، ریکرسیو هست. اوکی، اول کدوم رو حل کنیم؟ اول نموداره رو حل کنیم، موافقین؟ X2 و X3. خب برای اینکه از پلات استفاده بکنم چیکار باید بکنم؟ می نویسم چی؟ import matplotlib.pyplot، درسته؟ matplotlib.pyplot. من دیروز یه کلاس داشتم، یعنی 10 دقیقه یکی از بچه یه همین پلات نوشته بود، یه برنامه 5 خطی بود، اجرا نمیشه. فکر میکنید ایرادش چی بود؟ یعنی 10 دقیقه منو نه اسم ببین، الان اسم این تابع من چیه؟ اسم ماژول من چیه؟ آنت. و اشار اسم گوشت مپلاتلی. آخه این چه کار مردم مزدریه؟ آدم اسم برنامه که مپلاتلی نمیذاره، اسم برنامه رو رندوم نمیذاره، اسم برنامه رو تیکینتر چرا نمیذاره؟ چون وقتی اینجا می‌نویسه ایمپورت مپلاتلی، خب این فکر میکنه خودشه، نمیدونه که. ببین نیا کن، وقتی میخواد ایمپورت بکنه اول به پوشه که هستش رجوع میکنه. اگه تو اون پوشه نباشه میره کجا رو نگاه میکنه؟ میره اینجا نگاه میکنه، ایمپورت sys.path. میاد ببینید پوشه که من هستم، حتی من بزن یه بار اجرا بکنم، یه بار اجرا بکنیم. خب بعد مثلا ورشا برنامه رو اینجا سیف کرده بود، حالا این کلاس نبوده، یه کلاسی بود. خب اینجا پی آر جی داریم یا نه؟ پی 1 2 3 4 6. ای بابا اسمشو بعد سیف کردم. اسمشو چیه؟ سیوه. هیچ وقت ماژول با عدد شروع نکنیم، درسته؟ پیشیش این الان درست. برای چه مثلا اسم برگوشه مطپلاتلیب. خب الان من وقتی این اجرا میکنم، حتی الان مطپلاتلیب رو نمیشنسه. چرا نمیشنسه تش؟ چرا نمیشنسه؟ نداره، باید نصفش بکنیم. هفته پیش نصف کردیم، درسته؟ چون سیستم فریزه چی بهش میگم؟ پاک میشه. چی می‌نویسم برای نصبش؟ پیپ اینستال مطپلاتلیب اینو میذارم نصب بشه. خب بیام اینجا این داشتم طول میگم آقا ایمپورت سیس دات چی؟ پت، درسته؟ خب ببینید چی اضافه شد. یادتونه قبلا اینجا توهی بود، الان چی اضافه شد؟ پی آر جی اضافه شد. بعد اگه اینجا نباشه به ترتیب میاد اینا رو نگاه میکنه، ببینه این مطپلاتلیب تو کدوم یکی از اینا هستش. نگاه میکنه اینه مطپلاتلیب. سلام، بشینش محمد رضا. محمد رضا باید دیدو ایلو خوب گفتی. الان هست، وقتی یه ماژول نصب میکنه معمولا میگه پیپ رو آپگرید بکن. آپگریدش هم گفته چجوری انجام بدیم. می‌نویسم پیتون منها ام پیپ، این آخره ده، میبینید یا نه؟ اینستال
upgrade pip. خب شانوش upgrade pip. نه معمولا می نویسه پایتون منها ام ایناش پیپ اینسال دوتا منها اپگرید پیپ. این پیپ چه نرم افزاریه؟ نرم افزاری که برای دانلود و نصب ماژولا استفاده میشه. بعضی موقع مثلا نمیتونه دانلود بکنه، آخر نسخه پیپ رو باید نصب بکنیم تا بتونه این کار رو برامون انجام بده. خب حالا این کار رو ما انجام دادیم، میام داخل برنامه پیلتی رو آوردم، میخوام چی رو رسم بکنم؟ میخوام x به توان 2 رو رسم بکنم، درسته؟ خب برای اینکه x به توان 2 رو رسم بکنم میام اینو به دو روش انجام میدم، موافقین؟ به دو شکل انجام میدم. میام میگم لاندا آ مساوی چی؟ آ به توان دو، درسته؟ لاندا آ به توان دو، اسم اینو میذارم چی؟ اسکوئر. خب یکی دیگر هم میذارم کیو، میگم لاندا آ دو نقطه آ به توان سه. یعنی چی؟ این اولی یعنی هرچی گرفتی اونو چکارش بکن؟ به توان. این دومی چی میگه؟ میگه هرچی گرفتی اونو به توان سه، درسته؟ خب میگم if name مساوی چی؟ مساوی می. اوکی خب. حالا ببخش باش بله ممکن ننویسن چیز نیستش خب، ولی if name main رو می نویسیم برای ماژول نویسیه. من توضیح دادم if name main رو یا نه؟ نه مشکل نیست، چیز نیستش. ببینید بذار if name main رو من بخوام توضیح بدم، یه لحظه اینجوری باشه. خب من اینجا میگم بیا print بکن، print بکن name رو، ببینیم چی بهمون میده. اصلا کار با اون لاندا نداری. من این نیم رو پرینت بکنم چی میده؟ میده مکس میکنه. چرا مکس میکنه؟ چون داره متپلاتلیب رو داره ایمپورت میکنه، یه مقدار حجیمه. چی نوش؟ وقتی من گفتم نیم رو به هم بده چی نوش؟ نوش می، درسته؟ نوش می، به خاطر اینکه اگه من اینجا میرسم if name مساوی main، این یه تیکه اجرا میشه، چون نیممون با چی برابره؟ با مین برابر. حالا من میام اسم ماژولم P6 دیگه، اینجا می نویسم import P6. این دفعه نیمو چی نوش؟ نوش P6. یعنی از بیرون اگه import بکنم نیمم میشه P6، اسم ماژولم میشه، ولی اگه از برنامه اجرا بکنم میشه چی؟ میشه مین. حالا چه کاربردی داره؟ کاربردش اینه که اگه من اینجا می نویسم import P6، خب اگر من اینجا چیزی بنویسم، مثلا بیام اینجا بنویسم فرض بکنه print مثلا hello، خب اگه من hello رو اینجا اجرا بکنم، از اونجا اجرا بکنم، چون name مساوی main هست، hello رو برای من چکار میکنه؟ چاپ میکنه. خب ببین hello رو چاپ کرد. ولی اگه اینجا بنویسم import p6 بزنم دیگه هلو رو چاپ نمی کنه. چرا هلو رو چاپ نمی کنه؟ چون نیم الان اسمش چیه؟ P6ه. نیم یعنی P6 مساوی مین چیه؟ نیستش. یه تکنیکه، یه جور کلکه میزنم. خب حالا من مثلا اینجا P6 رو می نویسم، میام می نویسم P6 دات اسکوئره، مثلا میگم P6 دات اسکوئره 5.
درسته ایمپورت میکنیم که بتونیم از توابعش استفاده بکنیم. حالا چه تابع رو با لاندا نوشته باشیم چه غیر لاندا باشه. اوکی تا اینجا. حالا گفتیم چی رو میخواییم رسم بکنیم؟ گفتیم چی رو میخواییم رسم بکنیم؟ میخواییم x به توان 2 رو رسم. خب میام اینجا میگم که مثلا x مساویه لیست رنج چی؟ از منهای 10 تا چی؟ تا 10. درسته؟ پرینت بکنم ایکس رو چی میشه؟ میتونیم بگین ایکس چی بهم میده؟ اگه ایکس رو پرینت بکنم چی میشه؟ دونه دونه اینا رو بهم داد. درسته؟ نیستش. حالا چی میگم؟ میگم ایگرگ مساویه اسکوئر آ. درسته؟ فور. حالا مثلا بگم آی فور آی این ایکس. فوره خطی بود یادتون هست؟ فوره خطی به ازای تک تک آیهایی که توی ایکسه اینا رو چکا بکن. من میتونم مثلا اینجا بنویسم فرض بکنید آی به توان 2. میتونم اینجا بنویسم آی به توان 2 به جای اسکوئر. شاید بهترم باشه. ولی چرا اینجوری نوشتم؟ میخوام از این تابع استفاده بکنم. چون یه وقت حالا تابع اینجا فقط یه عدد به توان 2 میاره. یه وقت تابع خیلی مفصله. مثلا یه تابعی که مثلا 50 خطه، 100 خطه. یه کار ویژه‌ای داره انجام میده برام. اوکی. خب اینو می‌نویسم می‌ریزم داخل ایگرگ. حالا به جای اینکه دونه دونه با هم چاپ بکنم، چجوری با هم دونه دونه چاپ میکردیم؟ یادتون هست میگفتیم فور آی و جی این زیپ چی؟ زیپ ایکس و اینو گفتیم دیگه زیپو. درسته یا نه؟ نگفتم زیپو. خب گفتیم دونه دونه میندازه بغل هم چفت میشه. به جای اینکه اینجا بخوام دونه دونه نمایش بدیم که معمولا فهمیدم و درکش یه کار سختیه، میام چیکار میکنم؟ میام یه پلاتش میکنم. چجوری پلاتش میکنم؟ یعنی اینو من برم دارم زیپو یعنی میسم بیا پلات بکن. چی رو پلات بکن؟ ایکس و ایگره بکن. اشتباهمون چی بود؟ پیل تو دات پلات بکن. پیل تو دات چی؟ یه لحظه این مطلب نمیشه. اوکیه. نمودار ایکس رو بگیره. حالا مثلا بیام اگه برعکس بنویسم چی میشه؟ ماهان درسته؟ ایگرگ رو بیس رسم کرد. نه خواهش میکنم بفهم. خب هم سوال شاید اکثر باشه. نیا کنید آی چی میشه؟ آی میشه از منهای 10 شروع میشه دیگه. اینجا منهای 10 به توان 2 چند میشه؟ میشه 100. درسته؟ اینجا ما چیز گذاشتیم، کروشه گذاشتیم. بعدی که میشه منهای 9 میشه 81. می ما همیشه آره رنج، آره رنج ننوشتیم. چه رنج؟ وقتی می‌نویسیم فور آی این ایکس مؤلفه های ایکس چیا هستش؟ خب مثلا آی میشه منهای 9. ببین اینو من میخوام اجرا بکنیم. خب داخل کروشه است.
خب ببین چون داخل کروشه است، داخل لیست میاد اینا رو، میاد دونه دونه بغل هم، آی که میاد بهشون اسکور مثلا اجرا میکنه، منهای 10 به توانو میشه مثلا 100، اینو میذاره داخل لیست، بعدی رو میاره سمت راستش میذاره، بعدی رو سمت راستش میذاره. آره آره اینجوری، مثلا من میخواستم بنویسم این اینجوری مینوشم، مینوشم یه چنین چیزی مینوشم ایگرگ، خب مثلا زد رو اینجوری بنویسیم، زد رو اینجوری بنویسیم، میگم فور آی، آی این چی؟ ایکس دو نقطه زد دات اپند چی؟ چی اپند بکن بهش؟ اسکوئر نیست، زد قراره چی باشه؟ زد قراره کیوب باشه. توی یه خط نوشتم برای. حالا به جای اینکه اپند بکنیم، اینو اینجوری هم میتونیم بنویسیم، زد پلاس مساویه کیوب آی. خب یعنی چه اینجوری بنویسیم؟ چه اینجوری بنویسیم چیه؟ درسته. خب یکیه، ما تا مثلا قبلش باید یه زدی هم تعریف کنیم، بهش بگیم که زدمون لیسته. حالا من میام زد رو رسم میکنم، هم وای لیست هم زد لیست. بزنم چی میگی یه لحظه چیه؟ فور آی این، بله ببخشید اینقدر کنده، مثال 80 با سی پلاس پلاس کد میشم. خب کامپیوتر 286 بود، یه برنامه مثلا شطرنج بود مینوشتم، هم 80 بعد برنامه شو اجرا میرفتم بیرون یه چرخی میزدم و بچه‌ها مثلا و دور برمیشتم اینم اجرا شده، اینم یادم افتاد. این یک مساوی است. حالا سوال شما متوجه نشدم، بگو زد مساوی مثلا لیست پرانتز باز، بعد اون مقداری که کار تبدیل لیست شد، مثلا بگیم کیوب مثلا ایکس، نه نمیشه دیگه، اینجوری نمیشه، ما نمیتونیم مثلا یه دونه بدیم به یه تابه، اون تابه برامون این کار انجام بده. خب برای اینکه اینجوری بنویسیم این اینجوری نوشتن یه مدل بود، خب کاری با این نداریم. اون که شما میفهمایین من بخوام اینجوری بنویسم، یعنی بیام بگم بیا چیکار بکن، بیا مثلا ایگرگ و چی بود اسم آقای چی بود؟ محمد میگه که من ایکس رو بدم به کیوب، ببینه کیوب چی میگیره، کیوب یه دونه عدد میگیره، عدد رو به توان، لیست رو که نمیگیره که. من مگه اینکه یه دونه اینجا کیوب اینجا بنویسم، یه کیوب دیگه بنویسم که یه لیست رو بگیره، بعد تک به تک این کار رو برای من چیکار بکنه انجام، که اونو ننویسم. ولی وقتی یه تابع دارم که یه دونه عنصر به توان 3 میبره و قراره یه لیست رو بهش بدیم این کار رو برامون انجام بده، اینجا از مپ استفاده میکنیم، مینویسیم مپ، اینجا مینویسیم مپ، اینجا چی رو بهش میدم؟ اون ایکس و ورودی رو بهش میدم، درسته؟ حالا خروجیش چی میشه؟ اینجا مینویسم، بازم اینجا نمیتونم بنویسم مثلا کیوب فلان، مینویسم لانده آ دو نقطه چی؟ آ به توان چند؟ 3، آ به توان 2، چون قرار بود. خب حالا وقتی پلات میکنی بیاد چی رو پلات بکن؟ ایگرگ رو پلات بکن، ببینیم همون میشه یا نه. این از تابع مپه، یعنی از چی استفاده کردیم؟ از تابع مپ استفاده کردیم.
خب اینو میگی؟ یا اینو؟ این دو تا یکیه. این یعنی چی؟ بیا با. این یعنی چی فور آی این ایکس؟ نه ببین ایکس لیست هست. وقتی میگیم فور آی این ایکس، ایکسمون چی بوده؟ یاد هست چی بوده؟ یه لیست بوده دیگه، منهای ده، منهای نه. آی تک به تک اونا میشه. حالا هر کدوم از اونا چیکار کن؟ به توان سه ببر، به انتهای زد اضافه بکن. خب انگار منتها یه زد هم باید اینجوری باید بنویسیم دیگه. خب انگار اینو اینجوری بنویسیم، فور آی این ایکس تک به تک چیکار بکن؟ به توان دو ببر، به انتهای چه اینجوری بنویسیم؟ چه اینجوری بنویسیم چیه؟ یکیه. اینم یه مدل، پس من سه مدل نوشتم دیگه. پس زدم اگه بخوام با مپ بنویسیم، بگین چیز کپی نمی کنم، بگین زد مساویه چی؟ لیست مپ. درسته، ورودیش چیه؟ ایکسه. این ور چی باید؟ این ور تابه رو باید بنویسیم. تابه چی میشه؟ میگیم لانده آ هر کدومو که گرفته به توان چیه ببر؟ سه ببر. حالا من میام زد رو نمایش میدم. اوکی. حالا ماهان اگه من بخوام با هم نمایش بدم چه شکلی میشه؟ خودش عرب خودش چیز میکنه، رنگش عوض میکنه. آره رنگش عوض. این همون سهمیه است ها. چرا شبیه یه خط صاف شده؟ چرا؟ مقیاسش اینجوریه. مثلا این وقت ده، این هزاره، این صده. درسته؟ مثلا فاصله صفر تا صده، این چیه؟ هزار شده. به خاطر مقیاس ها زیاد خودشو چیه؟ نمایش نه. یه دونه گفته بودم چی رو رسم بکن، اینم بگم دیگه. براکت. درسته؟ براکت قراره چیکار بکنم؟ چی بهش میگم؟ اشارش از بین ببریم. خب برای اینکه اشارش از بین ببریم، نه مثلا آره باید این تش بکنیم، ولی مثلا منهای 9 ممیز 3 دهم چی میشه؟ میشه منهای 9 یا میشه منهای 10؟ منهای 10 میشه. درسته؟ خب من اول این تابر رو میخوام بنویسم. چی میشه تابرش؟ بگین. میگم تابشو، میگم که اسمشو میذارم براکت. موافقی؟ میگم یه سیستم براکت مساویه. بگین شما قد شدیم کجا بودیم؟ چی داشتم میگفتم؟ براکت داشتم میگفتم. درسته یا نه؟ خب اول براکت رو من اینجا مینویسم. میگم دف براکت یه آ رو میگم. درسته؟ میگم if اگر آ بزرگتر مساوی صفر شد چی رو ریتن بکن؟ این تا آ احسن. else چی رو ریتن بکن؟ این تا آ. خب اگه مثلا خودش منهای ده بود چی؟ اینجا اصلا بگیم که بگیم اگر آ، اینجا میگم اگر آ منهای اینت آ، درسته؟
مساوی صفر شد، درست میگم؟ اگر آ منهای آ مساوی صفر شد چیکار بکن؟ ریترن بکن خود آر الیف. اگر آ بزرگتر از چی شد؟ صفر شد، آ الس چی؟ منهای یک. چیه؟ خب بذاری بار چک بکنیم. مثلا من میام که دیتا مساوی یه لیست بدیم، چند تا عدد پرت و پلا، منهای 9 ممیز 1، منهای 6، 0، 2، 4 ممیز 1، 8، درسته؟ میگم for i in دیتا چی رو چاپ کن برای من؟ پرینت بکن هم آی رو، هم چی رو؟ هم براکت آی رو، درسته؟ منهای 10، منهای 6، 0، 2، 4، 8 و مثلا. خب به نظرتون درسته یا نه؟ درسته؟ درسته؟ قبول دارین درسته؟ حالا بیایم اینو با ایفه یه خطی بنویسیم. موافقم با چی بنویسیم؟ if خطی. من الان سینتکس if else رو یادمه، ولی if elif رو میگم return بکن. a if این باشه، elif آ بزرگتر از صفر، چیه؟ آره حالا نه اصلا من آره مشکل سینتکس داره یه لحظه. اینجوریه ببینید، اگر این درست شد چی میشه؟ A میشه. اینجا بنویسیم else E else این میاد کجا؟ میاد اینجا else میشه، درست شد؟ فهمیدین چجور شد؟ نه الیف نیست، الیف رو جدا میکنیم، یعنی else و if رو جدا میکنیم، دستورش میاد بین اینا قرار میگیره. حالا شما هر چند تا الیف خواستیم میتونی چیه؟ داشته شد توی خط میزه. خب چرا من اینجوری نوشتم؟ خب چرا ای گفتی؟ چون میخواستم اینجا بنویسم براکت مساویه لانده آ، درسته؟ اینو میدازم اینجا با چی نوشتمش؟ با لانده.
حالا اینا رو من از این حالت در میارم، اسم اینو میذارم برکت دو، اسم اینو میذارم برکت چی؟ دو. پس چی شد؟ آ. اگر این مساویه صفر شد آ بشه، اگر بزرگتر از صفر شد این تا آ بشه، و یعنی چی بشه؟ این تا آ منهی، این همینه، درسته؟ خب حالا من یه تابه دارم، این کار برام داره انجام میده. خب میام میگم که میام میگم x مساویه لیست مثلا از منهای 100، از منهای 100 تا 101، موافقین؟ x مساویه لیست رنج، چرا باید بنویسم رنج از منهای 100 تا 101. بعد دوباره میگم x مساویه، این الان یه دونه یه دونه میره درسته که من میخوام یه دهم بره جلو، درسته؟ چه کنم؟ میخوام ملا قاسم من که یه دهم بره جلو. چی؟ آها، یه مپ بینویسم اینجا، درسته؟ یه مپ بینویسم اینجا، x بهش میدم اینجا، چی میگم ماهان؟ میگم هر عنصر رو چیکار بکن؟ تقسیم برای چند بکن؟ تقسیم برای 10. دوباره ریختم داخل خود x. خب حالا y چی میگم؟ میگم y لیست، درسته؟ مپ. خب اینجا x رو بهش میدم، اینجا چی بهش میدم؟ چی بهش میگم؟ اینو بهش میدم، درسته؟ نه براکت نمیتونه انجام، چون براکت یه دونه عنصر انجام میده، یه لانده باید بهش میده. بعد اینو من اینجا پاک میکنم، اینا رو همه رو پاک میکنم، شلوغ نشه اینجا، خیلی شلوغ شده. بعد اینم پاک میکنم، بعد اینجا اینم پاک میکنم. خب الان منتها پله نمیشه، پله شد منتها اون پله که تو نمودار مدرسه است، این چجوری پله هاش؟ من پله هاش یه دیواره ندارم. خب من که دیواره رو بذارم چیکار میکنم؟ میام اینجا میگم مثلا رد باشه، ستاره باشه، یه دونه سیستم. درست شد؟ نه همینه، الان از سیستم میتونیم ببینید یا نه، یه لحظه چون این تیکی اوکی شد؟ حله؟ به این صورت، این همون چی بود؟ براکتی بود که حالا من خیلی قضیه رو چیز کردم دیگه، خیلی قضیه رو مثلا ایفه یه خطی رو نمیدونم لاندا و اینا، قضیه خیلی بغرنجش کردیم برای حل کردم، خیلی ساده تر هم دیدیم میتونستیم چیه حل کنیم. چرا حالا بغرنجش کردیم؟ میخواستیم شما اون حالت شکل مختلف هم ببینین همین. و یعنی مثلا ما میگیم همیشه بهترین جواب چیه؟ ساده ترین جواب. هر وقت دیدین یه جواب خیلی پیچیده این استفاده میکنم، بدونین که مسیر اشتباهی داریم، درسته؟ ما به این اصل میگیم تو طبیعت چی؟ میگیم اصل پارسیمونی. پارسیمونی چی میگه ما؟ نمیدونم، منم نمیدونم. پارسیمونی میگه طبیعت همیشه سایتن راه انتخاب میکنن، طبیعت همیشه چیه؟ یه اصله، یعنی اثباتون هست. قضیه همار بدونی، قضیه همار هستش همونه، میاد بعد مثلا فرض بکنید یه پروتئین میخواد توی بدن ساخته بشه، اون آنزیمایی که وجود داره همیشه سایتن راه انتخاب میکنه، هیچ وقت راه حل پیچیده انتخاب نمیکنه. خب این از قسمت اول تمرین. چی رو؟ اینجا رو؟ یا اینجا رو؟ آن دیواره رو برداشتم، گفتم رد باشه و ستاره بذار. خب وقتی میگیم ستاره بذار، یه نمیاره اینا رو به هم بچسبونه، به ازای هر نقطه چیکار میکنه؟ ستاره. برای اینکه مثلا بهتر دیده بشه، مثلا به جای اینکه از منهای 100 باشه، از منهای چند بگیریم؟ مثلا 40، موافقی؟
تا چه؟ این ستاره ها رو میبینید یا نه؟ چرا قرمز گذاشتی؟ با امید این که استقلال امروز ببازه فردا پرسپولیس ببازه. اهدافمون سیاسی بوده هم. اوکی؟ کوپیس؟ مثلا اینجا انتخاب میکنم؟ چجوری انتخاب میکنم؟ شیفت رو میگیرم، داون رو میزنم. آره، هم دکمه پایین. نه، همون یه خط تا الان گرفتم. الان دو خط، مثلا چهار خط. کنترل سی میزنم، میام پایین کنترل وی میزنم. یا مثلا کامنتش میکنم. آلت و سر میگیرم چی میشه؟ کامنت میشه. آلت و سر میگم از کامنت چیه؟ خارج میشه. وی اس کد کامنت کنترل اسلشه. همون کنترل اسلش. چرا؟ کنترل اسلش میزنه تو وی اس کد میزنه کامنت میکنه. بک اسلش نه اسلش. تقریبا تو 99% آیدیا کنترل اسلشه. کنترل اسلش میزنه کامنت میشه، کنترل اسلش میزنه از کامنت خارج میشه. اوکی. خب